ای جبرئیل، امشب در زمین چه اتفاقی در حال رخ دادن است که این چنین شور و شوقی در این آسمان ایجاد کرده است؟ امروز همان روزی است که پنج گوهر تابناک هستی در یک جا گرد هم می آیند. آن پنج تنی که یار حق تعالی جهان را به خاطر اینان جامعه خلقت پوشاند. آن رسول خداست که وارد می شود. السلام علیک یا فاطمه. علیک السلام. در خود احساس ضعف می کنم. پناه می برم تو را به خداوند ای پدر از ضعف و ناتوانی. فاطمه جان، آن عبای پدر را بیاور و مرا با آن بپوشان. السلام علیک یا امه. و علیک السلام ای نور چشمم و ای میوه قلبم. ای مادر، بوی خوشی همچون بوی جدم رسول خدا به مشامم میرسه. ای نور چشمم، جدت رسول خدا در زیر کسا قرار گرفته. هرگاه پیامبر خدا چهره نوه عزیزش حسن را می دید، شوقی در وجودش قرار می گرفت. آخر حسن ابن علی صاحب حوض جنت بود، او جانشین پیغمبر و علی بود. حسن ابن علی در زیر کسا به پیغمبر خدا پیوست. چندی نگذشت که حسین فاطمه وارد شد. فاطمه او را همچون برادرش حسن به نور چشم خود و میوه قلبش صدا زد. السلام علیک یا جدا. ای آنکه اختیار داده شده ای از جانب خدا، آیا به من اجازه می دهی همراه شما در زیر کسا قرار بگیرم؟ و علیک السلام ای پسرم و ای شفاعت دهنده امتم، به تو اجازه می دهم تا داخل شوی. اندکی نگذشت که امیر المؤمنین آن برادر رسول خدا وارد شد و سلام و درودی فرستاد بر دختر رسول خدا. و چه سلامی، آه چه سلامی که تنها خدا آن سلام را شناخت. السلام علیک یا رسول الله. آیا اجازه ورود در زیر کسا را به من می دهید؟ سلام بر تو ای برادر و جانشین و پرچمدار من. آری بیا. السلام علیک یا ابتا. ای رسول خدا،
آیا به من اجازه ورود به زیر کسارا می دهید؟ و علیک السلام یا بنتی، ای پاره تن من، به تو اجازه ورود می دهم. خدایا اینان اهل بیت من، خاصان من و نزدیکان من هستند. لحمهم لحمی و دمهم دمی. هر کس آنان را بیازارد مرا آزاده، و هر که آنان را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است. من جنگ دارم با هر که با آنان جنگ کند، و دوستی دارم با هر که با آنان دوستی کند. آنها از من و من از آنهایم. پس قرار ده صلوات و برکات و رحمت و رحمتت را بر من و بر آنها، زاید گردان از آنها پلیدی را و پاک گردان آنها را. ای ملائکه من، همانا خلق نکردم آسمان رفی را و نه زمین پهناور را و نه ماه نورانی را و نه خورشید تابنده را و نه فلک دور زننده را و نه دریای جاری را و نه کشتی سیر کننده را، مگر به جهت دوستی این پنج تن که زیر کسا هستند. یارب، ایشان که در زیر کسایند کیستند؟ ایشان اهل بیت نبوت و معدن رسالتند. ایشان فاطمه، پدر او، همسر او و فرزندان او هستند. یارب، آیا به من اجازه می دهی به سوی زمین فرود آیم تا اینکه ششم آنها باشم؟ پس جبرئیل به سوی زمین آمد و بعد از سلام دادن به پیغمبر اکرم، او را از راز آسمان ها خبر داد و اذن دخول به زیر کسا را از پیغمبر گرفت. ای رسول خدا، خداوند وحی فرستاد بر شما